صفحه 18. در طی این چند سال که ابو علی به دربار آمد و رفت داشت، عده‌ای از حسودان و بدخواهان او در بین مردم شایع کرده بودند که او یهودی و جهود و کافر است و این شایعات دورادور به گوش ابن سینا نیز می‌رسید و او را بسیار ناراحت می‌ساخت. این تهمت به این دلیل بود که ستاره مادر ابن سینا زن یهود بود و از این رو دشمنان ابن سینا که اکثرا از درباریان بودند دلیلی برای خار کردن و تکفیر او یافته بودند. دو بیت شعر از شیخ و رئیس ابو علی سینا نقل است که در جواب به این دسیسه چینان سروده است: کفر چومنی یزاف آسان نبود، محکم تر از ایمان من ایمان نبود. در ده چومن یکی وان هم کافر، پس در همه ده یک مسلمان نبود. این ابیات نشان دهنده سختی و سنگینی تحمل این تهمت برای کسی است که هرگز از نماز غافل نمی‌شد و حتی برای نیل به مقصود و حل مشکلات خود به نماز و راز و نیاز با خداوند کعبه متوسل می‌شد و همواره در سخنانش دلیل موفقیت‌هایش را عشق لایزال الهی می‌داند که در دلش به امانت گذاشته شده است و او را تشنه کسب علم و دانش ساخته است. هنگامی که ابو علی سینا 21 ساله بود، روزی در کتابخانه سلطنتی مشغول مطالعه بود که ناگهان متوجه شد قسمتی از کتابخانه شعله ور شده است. نگهبان‌ها را خبر کرد و خود نیز هر چه می‌توانست کتاب‌های نایاب را از کتابخانه خارج کرد، اما بی‌فایده بود. کتاب‌ها و قفسه‌ها به سرعت طعمه آتش می‌شدند و راهی برای نجات کتابخانه از حریق نبود. پس از آتش‌سوزی کتابخانه که طبق روایات ممکن است عمدی و به توسط یکی از درباریان خائن و دشمن با ابن سینا انجام شده باشد، در شهر شایع کردند که ابن سینا کتابخانه را سوزانده است. برای اینکه تمام معلومات منحصر به فردی را که در آنجا آموخته است برای خود نگاه دارد و کس دیگری بر آنها دست نیابد. این موضوع را عبدالملک امیر سامانی نیز باور کرده بود. فردای آن روز ورود ابن سینا به بیمارستان و درمانگاه بخارا ممنوع شد و همچنین به داخل دربار نیز پذیرفته نشد. ابو علی سینا حال پریشانی داشت. از طرفی با این واقعه به شایعه یهودی بودن او نیز دامن زده بودند. در این روزها گویا بخت و اقبال با ابو علی نبود، چرا که مدت کمی پس از این موضوع حادثه تلخ دیگری به وقوع پیوست. عبدالله پدر ابو علی بر اثر بیماری درگذشت و خانواده ابو علی، مادرش ستاره و برادر کوچکش محمود عزادار شدند. بعد از این وقایع ابو علی سینا تصمیم به مسافرت گرفت. او با دوست صمیمیش ابو سهل مسیحی نیز مشورت کرد و ابو سهل هم گفت که با او همسفر می شود، چرا که پیشبینی می کند حکومت سامانیان به زودی به دست اقوام ترک منقرض خواهد شد. پانویس: ابو سهل مسیحی مردی طبیب و دانشمند بود و کتابی به نام الماء فی الطب در زمینه پزشکی نوشته است. او مسیحی بود و حدوداً نزدیک 15 سال از ابو علی بزرگتر بود. آنها با هم دوستی نزدیکی داشتند. ادامه متن. و بدین ترتیب ابو علی سینا در سال 391 هجری قمری ترک دیار کرد و پس از اینکه با خانواده و دختر همسایه‌شان وعده که به او علاقمند بود خداحافظی کرد، به همراه دوست پزشک و اندیشمندش ابو سهل راهی مقصدی نامعلوم گشت. ترک بخارا و ورود به دربار خوارزمشاه. ابو علی سینا و ابو سهل مسیحی پس از ترک پایتخت سامانی و گذشت نزدیک به یک ماه در یکی از استراحتگاه‌های میان راه، به مردی به نام منصور ابن عراق برخورد کردند. کسی که از فضلا و اندیشمندان دربار خوارزم بود و خود امیرزاده و از نجیب زادگان بود. پانویس: منصور ابن عراق به عنوان شخصیتی مهم در تاریخ علوم اسلامی مطرح است. این شخص برادرزاده امیر عبدالله محمد ابن خوارزمشاه بود و به علوم ریاضیات، نجوم و معارف گوناگون آشنایی داشت.
و چه تمایز این اندیشمند با دیگران این است که این اندیشمند نمونه ای از شجاعت و شمشیرزنی قهار و چالاک بوده است. ادامه ایمد. منصور ابن عراق ابن سینا و همراهش را به دربار خوارزمشاه دعوت کرد و گفت که خوارزمشاه می خواهد اندیشمندان و فضلای زمان را نزد خود جمع کند و برای آنها همه نوع امکانات تحقیق را مهیا می کند، که البته این به خاطر وزیر فاضل و کاردان او ابوالحسین احمد ابن سهیلی بود که دانشمندان را در دربار خوارزمشاه جمع می کرد و در اوقات سختی از علم و دانش ایشان سود می برد. ابو علی سینا دعوت منصور ابن عراق را پذیرفت، چرا که در آن زمان مقصد معینی نداشت و برای یک دانشمند اهل تحقیق بهترین جا مکانی است که در آنجا لوازم و ابزار تحقیق را برایش مهیا سازند و زندگیش را تأمین کنند، و برای همین است که اکثر علما و دانشمندان بیشتر اوقات عمر خود را در دربار سلاطین گذراندند. مرکز حکومت ابن مأمون خوارزمشاه شهر گرگانج در ساحل رود جیهون بود. آنویس: امروزه اورگنج خوانده می شود و در جمهوری ازبکستان واقع است. ادامه ایمد. در دربار خوارزمشاه از ابن سینا و ابو سهل مسیحی به گرمی استقبال شد و خود سهیلی وزیر خوارزمشاه به پیشواز ایشان آمد و خطاب به ابو علی گفت که شهرت او از مردها گذشته است و امیدوار است که لایق مهمان نوازی او باشد. پس از اینکه مدتی استراحت کردند، با امیر ابن مأمون خوارزمشاه نیز دیدار کردند و او نیز به ایشان خوش آمد گفت. گویا در بعد روبروی او و ابن مأمون خوارزمشاه از ابن سینا می‌خواهد که اگر شهرت آوازه او و تعریف‌هایی که از او می‌کنند صحت دارد، برادرزاده‌اش را که 3 ماه از سخن نگفته و کمتر لب به غذا می‌زند و بسیار ضعیف شده است را معالجه کند. این ماجرا در حضور طبیب دربار و درباریان اتفاق می‌افتد. ابن سینا ابتدا نوجوان را معاینه کرد و هیچ‌گونه نشانه‌ای از بیماری‌های جسمی در او نیافت. ابن خمار طبیب مخصوص دربار به صدا آمد و در حمایت از ابن سینا گفت که آنچه امیر از شیخ و رئیس ابن سینا می خواهند غیر ممکن است، چرا که بیماری برادرزاده امیر مربوط به جسم او نیست. امیر گفت: از بغداد تا سمرقند و سقط این طبیب را تحسین می کنند، پس باید بتواند این جوان را معالجه کند. در این لحظه ابن سینا که دست بر روی نبض نوجوان داشت، هیجان زده از امیر خواست تا جملات قبل خود را دوباره تکرار کند. امیر با اکراه دوباره حرفهای قبلیش را تکرار کرد. ابن سینا از جا بلند شد و پرسید که سقط کجاست؟ وزیر گفت: روستایی کوچک و فقیر در نزدیکی گرگانج. ابن سینا گفت: آیا این روستا دهقان و یا کت خدا دارد؟ می توان او را به اینجا آورد؟ وزیر جواب داد: بله دارد، اگر در امر درمان مؤثر باشد بله. نزدیک به 1 ساعت بعد بود که مردی به نام صلاح ابن بعد که کت خدای روستای سقد بود وارد شد. در این زمان ابو سهل و منصور ابن عراق که از نتیجه ماجرا بسیار پریشان بودند، از ابن سینا پرسیدند: آیا به کار خود اطمینان داری؟ ابن سینا گفت: مسلم است که این پسر بیماری جسمی ندارد، من فقط یک حد میزنم و سرنخی را دنبال میکنم. منصور نرا گفت: سعی خود را بکن، چون پای آبروی من و نیز ماندگار شدن خودتان در دربار خوارزمشاه در میان است. ابو علی به کت خدا نزدیک شد و از او پرسید: آیا کوچه های روستایت را به خوبی میشناسی؟ کت خدا پاسخ داد: بله، تنها 3 کوچه دارم. ابو علی کنار جوان بیمار نشست و نبض او را در دست گرفت و دوباره خطاب به کت خدا گفت: پس آنها را نام ببر. مرد گفت: نهر، جبال و مکران. ابو علی سینا گفت: آیا خانواده های کوچه جبال را می شناسی؟ نام ببر. کت خدا خانواده های آن کوچه که خانواده خود اونی از آن جمله بود نام برد. ابو علی پرسید:
ای صلاح ابن بدر، تو فرزند داری؟ صلاح ابن بدر گفت بله، یک پسر و یک دختر به اسم عثمان و لطیفه. ابن سینا در فکر فرو رفت و دوباره خود تکرار کرد لطیفه، وانگاه در گوش جوان آهسته شروع به زمزمه کرد. پس از مدتی چشمان جوان پر از اشک شد. ابو علی سینا به سوی امیر رفت و گفت ای امیر، من علت بیماری را تشخیص دادم ولی درمان آن در دست من نیست. برادر زاده تو به درد عشق گرفتار شده است و عاشق لطیفه دختری دوستایی شده است. امیر از این سخنان ابن سینا به خشم آمد و با عصبانیت گفت تو از گفتت شرم نمی کنی؟ ای پسر سینا، یعنی برادر زاده من عاشق یک دختر روستایی شده است؟ این دروغ است، امکان ندارد. به خاطر این حرف مسخره و گستاخیت باید هرچه زودتر از این شهر خارج شوی و کاری نکنی که دوباره با تو روبرو شوند. در این لحظه در مقابل شیفتی همگان، خود جوان که مدت لب به سخن باز نکرده بود به حرف آمد و به عشق خود نسبت به دختر روستایی اعتراف کرد و گفت که میخواهد با آن دختر ازدواج کند. امیر که مدتی از حیرت و ناباوری گیج و ساکت بود، بالاخره به حرف آمد و پس از اینکه برادرزاده‌اش را بسیار ملامت کرد، از ابن سینا برای قضاوت سریعش معذرت خواست و به او گفت که دربار خوارزمشاهیان را به مانند خانه خیش بداند. اما ابن مأمون خوارزمشاه بیشتر مایل بود بداند که ابن سینا چگونه به علت این بیماری غیر جسمی پی برده است. ابن سینا گفت این به کمک خود شما بود. هنگامی که من نبض این جوان را در دست داشتم، شما نام روستای سخت را بر زبان آوردید و ناگهان نبض برادرزاده‌تان سریع شد و من همینطور این سرنخ را دنبال کردم تا به نام دختری رسیدم که شنیدن نامش تأثیر کاملا محسوس و شگفت و ضربان قلب این جوان داشت. امیر گفت حال به ما ثابت شد که چرا آوازی شهرت پسر سینا تا بغداد نیز رسیده است. منصور نراق و ابو سهل نیز که نفس راحتی کشیده بودند به ابو علی تبریک گفتند. این چنین شد که ابو علی برای مدتی نزدیک به 13 سال در گرگانج ماندگار شد. در طول این سالها ابن سینا اوقات خود را به تدریس، تحریر و معالجه بیماران گذراند. بر این مدت کتاب‌ها و رسالات زیادی به رشته تحریر درآورد که از جمله آنها می‌توان رساله‌ای در مورد نبض به زبان فارسی، رساله‌ای در مورد بیهودگی پیشبینی آینده بر اساس حرکت ستارگان و تقویم‌های نجومی به زبان عربی که نام آن را ابطال احکام نجوم نهاد و نیز قصیده‌ای در مورد منطق و 10 شعر و قصیده و یک رساله درباره زهد و تزکیه نفس که در آن حالات مختلف زاهدان را تشریح کرده است. او کتابی در مورد فلسفه نوشت که آن را بقا و نفس ناطقه نام نهاد و همچنین اشعار بسیاری در مورد عقل و خرد آدمی و رساله‌ای در مورد افسردگی و علت‌های آن که عنوان آن حزن الاسباب می باشد. در این دوران ابو علی سینا با دوست خود ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی که در گرگان و نزد سلطان قابوس ابن رشبگیر بود مکاتبه داشت. پانویس: به قولی در اواخر این دوران ابو ریحان بیرونی به گرگانج و به دربار خوارزم می آید و مدتی را نزد خوارزمشاه با هم به سر می برند تا زمانی که سلطان محمود تقاضای فرستادن دانشمندان را از خوارزمشاه می نماید. ادامه ایمد: او در مسجد شهر گرگانج تدریس می کرد و در جلسات درس او مستمعین آزاد نیز حضور می یافتند، از جمله شخصی به نام ابن زیله که در بخارا نیز شاگرد او بود و نیز بسیاری از استادان برجسته و شیفتگان علم که از شهرهای دیگر می آمدند. در آن زمان مساجد نقش عمده‌ای در ارتباطات اجتماعی مردم ایفا می‌کردند. محل تحصیل، ترویج دین و تعلیمات اسلامی، تقسیم غذای رایگان میان مستمندان، تجمع مردم و گاه اگر شهر مهمان سرا نداشت مسافران در آن اسکان می‌یافتند و گاه محل اجرای عدالت می‌گشت. ابن سینا که شیخ الرئیس و امام الحکما لقب گرفته بود، در این سالها با چهره جا افتاده و ریشه سیاه و بلند و دستاری که به دور سر می پیچید قیافه پخته تر و خطوط چهره مصمم تری پیدا کرده بود.
در این سالها ابوسهل مسیحی همیشه با ابن سینا بود و دوستی عمیقی میان آنها به وجود آمده بود. یک روز فرستاده ای از سلطان محمود غزنوی خبر داد که خوارزمشاه باید تمامی دانشمندان خود را نزد او و به پایتخت غزنویان روانه کند. در این زمان ابوعلی سینا که از روحیات جنگجویانه سلطان محمود غزنوی خبر داشت، با دیگران که ابوریحان بیرونی در جمله آنها بود همسفر نشد و پس از 13 سال اقامت در گرگانج در زمستان سال 404 هجری به همراه دوستش ابوسهل مسیحی و دانشمندی دیگر شبانه از گرگانج گریخت. پانویس: به احتمال زیاد برادر کوچکترش محمود هم با او بود است. ادامه ایمه: بوی سلطان محمود از نیامدن و گریختن ابن سینا چنان خشمگین می‌شود که دستور می‌دهد تصویرهای زیادی از او بکشند و برای فرمانروایان شهرهای خراسان می‌فرستد و برای دستگیری و تحویل او جایزه بزرگی تعیین می‌کند. ابن سینا برای دیدار مادرش به همراه ابوسهل راهی خراسان و شهر بخارا می‌شود، اما به زودی ماموران حکومتی از بازگشت او به خانه‌اش باخبر می‌شوند و او دوباره مجبور به فرار می‌شود و این بار از آنجا که از علم دوستی و رفتار نیک سلطان قابوس ابن بشمگیر با دانشمندان باخبر بود، برای رسیدن به گرگان به همراه دوست پزشکش ابوسهل مسیحی راهی گرگان شد. اما در راه کاروان آنها در صحرا تومی طوفانی از شن شد و در این ماجرا اکثر کاروانیان از جمله دوست با وفایش ابوسهل کشته شدند. ابن سینا پس از طی مراحلی سخت به نزدیکی های گرگان رسید، اما متوجه شد که قابوس ابن بشمگیر به دست سپاهیانش دستگیر شده و به قتل رسیده است. اما ابن سینا از رفتن به گرگان ناامید نشد و هنگامی که به این شهر وارد شد، مورد لطف و احترام زرینگیس دختر سلطان قابوس که به مانند پدرش دوستدار فضلا و اندیشمندان بود قرار گرفت. اقامت در گرگان برای ابن سینا که در آخرین روزهای سال 404 هجری به گرگان رسیده بود، به خواهش دختر سلطان قابوس شروع به نوشتن رساله‌ای کرد و در منزلی که شخصی به نام ابو محمد شیرازی برای او مهیا کرد اقامت گزید. گویا این شخص علاقه خاص به دانشمندان داشته است و برای همین ابن سینا را تحت حمایت خود قرار داده است. در این دوران بود که ابو عبیدان لاه جوزجانی، یکی از دانشجویان مستعد امام الحکما ابن سینا، به خدمت او در آمد و تا ابو علی زنده بود در خدمت او بود و بعدها شرح حال نیز از استاد خود نوشت. ابو علی مدتی نزدیک به یک سال را در خانه ابو محمد شیرازی گذراند و وسایل زندگی و آسایش او فراهم بود. او مطالب را به ابو عبید جوزجانی می گفت و ابو عبید نیز در زیر نور شمع یا چراغ پیسو می‌نوشت. ابو علی سینا اکثراً اوقات شب را برای تقریر و تحریر کتاب و رسالات انتخاب می‌کرد و علاقه خاص به شب و سکوت آن داشت. در طی این ماه‌ها مطالبی تحت عنوان‌های الادویه القلبیه یا داروهای برای قلب و ارجوزت الفتب یا قصیده‌ای درباره طب و مختصری درباره اینکه زاویه‌هایی که از خط مماس با دایره تشکیل می‌شوند کمیت ندارند و مسائلی عمومی در مورد نجوم نوشته شد و در همین جا بود که فکر تألیف کتابی پنج جلدی به نام قانون در مورد طب در ذهن ابو علی سینا پیریزی شد. ابن سینا در سال 405 هجری عازم ری شد. در این زمان پادشاهان آل بویه در نواحی شمالی و مرکزی ایران سلطنت می‌کردند. و عزیمت ابن سینا به دلیل درخواست سید خاتون زن فخرالدوله پادشاه آل بویه بود که پس از مرگ پادشاه به نیابت از فرزند کوچکش مجدالدوله در ری سلطنت میکرد. در واقع سید خاتون برای درمان فرزندش مجدالدوله که سر داشت از ابو علی سینا کمک خواست. پانویس: سر نوعی بیماری عصبی که با تشنج و احساس خفگی و رعشه همراه است. ادامه ایمد: ابو علی سینا پسر کوچک سید خاتون را از بیماری نجات داد و در ری باز مشغول تألیف، تدریس و طبابت شد.
ملکه یار بوگه ریاست و سرپرستی بیمارستان های ری را به او سپرده بود، بیمارستان هایی که در آن دوران شهرتی فراتر از خاک ایران داشتند. ابن سینا یک بار جان مریضی را که از ورم گلوی ناشی از بیماری دیفتری رنج می برد و نزدیک بود از بزرگی این ورم گلو و نرسیدن هوا به ریه اش با مرگ مواجه شود، به وسیله جراحی نجات داد، بدون صورت که در جایی از گلوی بیمار حفره‌ای به اندازه یک بند انگشت ایجاد کرد تا هوا به ریه بیمار جریان پیدا کند و در آن لوله‌ای کوچک قرار داد تا بسته نشود و پس از چند روز و رفع ورم گلوی بیمار لوله را برداشت و جای حفره را در گلوی بیمار با الیاف گیاهی بخیه زد. از این رو ابن سینا را میتوان پزشک مخترع خز القصبه یا لوله گذاشتن در حنجره به منظور جلوگیری از خفگی دانست. ابو علی سینا در سال 406 هجری به خدمت پسر بزرگ سید خاتون شمس الدوله در آمد. شمس الدوله از بیماری قولنج رنج می برد و پزشکان او بیماریش را تشخیص نمی دادند. ابو علی سینا بیماری شمس الدوله را تشخیص داد و او را که در حال احتضار بود به زندگی بازگرداند و از آن پس به عنوان طبیب مخصوص امیر با او بود و پس از چند ماه به سمت وزارت شمس الدوله منصوب شد. طبق گفته جوزجانی، ابو علی سینا در این زمان با زنی از تبار روم که یاسمین نام داشته است پیمان زندگی مشترک می‌بندد، پیمانی که تا آخر عمر ابن سینا به آن پایبند می‌ماند. 5 سال وزارت در همدان. شمس الدوله بعد از پیروزیش در جنگ با کردها، شیخ الرئیس امام الحکما ابن سینا را به سمت وزارت خود منصوب کرد. هرچند که ابو علی سینا تمایل چندانی به این سمت نداشت، اما به واسطه اصرار و پافشاری شمس الدوله که تا به حال 2 بار جانش را از مرگ حتمی نجات داده بود، این شغل را پذیرفت. اما شرط گذاشت که فرصت تحریر کتاب و ادامه کارهایش به عنوان یک پزشک و دانشمند را داشته باشد. جشن باشکوهی به افتخار ابن سینا برپا شد و شمس الدوله وزیر جدید خود، شیخ الرئیس، حجت الحق، شرف الملک، امام الحکما ابو علی سینا را به درباریان معرفی کرد، معلی که به واسطه استعداد و شوق فراوانش در کسب علم در سن 36 سالگی القابی بس بزرگ یافته بود. در این سالها که در همدان گذرانی، تحریر کتاب 5 جلدی قانون در سال 410 هجری به پایان رسید و همچنین کتاب طبیعیات و مابعد طبیعه را تألیف کرد. او در این دوران تعداد قابل توجهی کتاب و رساله نوشت. روزها را صرف تدریس و طبابت در بیمارستان و رسیدگی به امور سیاست می‌کرد و شبها را صرف تحریر و تألیف کتاب و بعضاً بحث و شبنشینی با اندیشمندان همدان میکرد. 4 سال از وزارتش گذشته بود که قانونی برای کم کردن جیره غلامان سپاهیان تدوین کرد. این قانون باعث شد که سپاهیان شمس الدوله بر علیه او شورش کنند و خواهان مرگ او شوند. شمس الدوله برای اینکه سپاهیان را راضی کند، ابو علی سینا را به محلی در 10 فرسخی همدان و به خانه شخصی به نام شیخ سعید ابن دختوک فرستاد و فرمان او را نیز در مقابل چشم سپاهیان در آتش سوزاند. ابو علی سینا کتاب معروف خود شفا را در دوران این تبعید به جوزجانی تغییر کرد. کتاب شفا در مورد فلسفه و نکات مثبت نظریات ارسطو می باشد. پس از گذشت چند ماه، امیر شمس الدوله ابن سینا را به نزد خود خواند، چرا که بیماری قولنج او دوباره وخیم شده بود و احتیاج به مداوای سریع داشت. ابن سینا سمت وزارت خود را از سر گرفت و دوباره در دربار همدان ساکن شد. در این روزها نامه ای از ابو ریحان بیرونی که در دربار غزنویان به سر می برد دریافت کرد که حاوی 10 سوال بود و جواب این 10 سوال را تحت رساله‌ای به نام رساله العجویتو ان مسائل ابو ریحان بیرونی نوشت. یکی از روزها که شمس الدوله خود را برای جنگ با مرزبان امیر تارم آماده می کرد، بیماری کهنه‌اش رو به وخامت گذاشت.
ابوعلی سینا در اردوی سپاهیان به بالین او رسید، اما دیگر کار از کار گذشته بود و امیر در حال احتضار بود. کاری از ابوعلی ساخت نبود و سپاهیان دوباره به همدان برگشتند و امیر در راه بازگشت جان سپرد. پس از مرگ امیر شمس الدوله، سماع‌الدوله بر تخت نشست. او خواستار تجدید سمت وزارت ابن سینا بود، اما ابن سینا نپذیرفت. ابن سینا که حالا به اوج شهرت علمی خود رسیده بود، با علاءالدوله برادر سید خاتون و دایی شمس الدوله که بر اصفهان حکمران مکاتبه کرد و خواستار حضور خود در دربار او شد. سماع‌الدوله از این ماجرا با خبر شد و به دلیل خیانت او را در زندان دشفرجان در ناحیه فراهان زندانی کرد. ابوعلی سینا در زندان نیز کار تألیف را ادامه می داد و روزی 50 ورق کتابی نوشت. در سال 414 هجری امیر اصفهان علاءالدوله به همدان حمله کرد، اما موفق به گرفتن دشفرجان نشد و دوباره به اصفهان بازگشت. در این زمان سماع‌الدوله ابن سینا را مورد عفو قرار داد و به همدان بازگرداند، اما ابوعلی سینا که دیگر ماندن در همدان را صلاح نمی دانست، پس از مدتی در لباس دراویش و ژنده پوشان شبانه از همدان گریخت و راه اصفهان را پیش گرفت. او در دوران زندان و در بدری‌هایش کتاب‌های الهدا فی الحکمه یا راهنمای عقل و کتابی عرفانی به نام حی ابن یقظان یا زنده بیدار را به پایان رسانده بود. همچنین رساله‌هایی در مورد قلنج و بیماری‌های قلبی و رسانه‌ای درباره سرنوشت به نام قضا و قدر به رشته تحریر درآورده بود. اصفهان، پایان راه. در سال 415 هجری قمری ابوعلی سینا به اصفهان و دربار علاءالدوله پای گذاشت. علاءالدوله همه گونه امکاناتی را برای راحتی ابن سینا فراهم کرد و او به عنوان یکی از نزدیکترین افراد به علاءالدوله درآمد و در تمام جنگ‌های علاءالدوله امیر آل بویه با او بود و در اصفهان نیز چندین کتاب تألیف کرد و نیز مجموعه کتاب شفا و منطق و مجستی را به پایان رساند. در تمام این مدت ابو عبیدالله جوزجانی در کنار او و کمک او بود. دو شاگرد قدیمی او نیز به نام‌های مقسومی و ابن زیله که خود استادان گشته بودند با او برخورد کردند و از آن پس با او بودند. شیخ الرئیس ابوعلی سینا چنان که می‌دانیم حداقل 6 سال را در اصفهان گذراند و در دوران 3 سال دوم که حدوداً 50 سال سن داشت نتایج تجارب پزشکی جدیدش را در کتاب قانون ثبت می‌کرد. در پایان 52 سالگی هنوز هم قوای ذهنی و قدرت فکر او تحلیل نرفته بود. در همین ایام بود که ابوعلی سینا به تقاضای امیر علاءالدوله به رسل ستارگان پرداخت و ابزارهای اختراع کرد که در علم نجوم کاملا بدیع و جدید بودند. در پی این سالها و در ماه ذی‌الحجه از 427 هجری خبر رسید که مسعود پسر سلطان محمود غزنوی برای جنگ روانه اصفهان شده است. سپاه مسعود غزنوی به همراه فیل‌های عظیم و جسته هندی به سوی اصفهان در حرکت بود و هر لحظه نزدیکتر می‌شد. در این زمان علاءالدوله تصمیم عجیب گرفت. او می‌خواست اصفهان را به همراه سپاهیان ترک کند، چرا که مطمئن بود به تنهایی و بدون کمک خلیفه بغداد از پس ترکان غزنوی بر نخواهد آمد و برای همین می‌خواست حداقل سپاه خود را تا رسیدن نیروی پشتیبانی حفظ کند. ابوعلی سینا مجبور به ترک اصفهان به همراه علاءالدوله گردید. تنها نگرانی او از بابت کتاب‌هایش بود که می‌بایست در کتابخانه‌اش و در اصفهان باقی می‌گذاشت، کتاب‌هایی که حاصل عمر او بودند. جوزجانی او را دلداری می‌داد و می‌گفت که به زودی اصفهان را باز پس خواهیم گرفت و اینکه غارتگران ترک میلی به بردن کتاب‌ها ندارند. اما اشتباه می‌کرد. مسعود غزنوی که هنوز کینه قدیمی پدرش را نسبت به ابن سینا از یاد نبرده بود، دستور داد تا خانه او را بیابند و تمام خانه‌اش را تاراج کنند. برخی از کتاب‌های ابوعلی سینا در این ماجرا از بین رفت و برخی دیگر هم به دربار غزنه برده شد و در آنجا بود
تا در آتش سوزی سال 545 هجری که توسط علاءالدین حسین غوری معروف به جهانسوز در غزنه اتفاق افتاد، آن کتاب ها هم از بین رفتن. بدین ترتیب تعداد بیشماری از آثار گرانبهای این استاد بزرگ برای ابد مفقود شد. علاءالدوله و سپاهیانش هرچند وقت محل خود را عوض می کردن، بالاخره علاءالدوله پس از اینکه فهمید تنها یک قشون غزنوی از شهر همدان دفاع می کنند، نقشش را برای حمله به اصفهان تغییر داد و به طرف شمال و به سوی همدان راه افتاد. پانویس: شهر همدان هم به تصرف غزنویان در آمده بود. ادامه ایمد. شیخ ابو علی سینا هم به همراه جوزجانی در پشت سواره و پیاده نظام و با شترهای باروبانه سپاهیان حرکت میکرد. یکی دو روز از حرکتشان گذشته بود که ابو علی سینا به قولنج مبتلا شد. از درد شکم به خود میپیچید و استفراغ میکرد. جوزجانی و یکی از پزشکان دربار به کمکش آمدند و راه درمان را از او پرسیدند. ابو علی سینا برای اینکه سریع‌تر معالجه شده و سپاهیان عقب نماند، مقدار دارو را زیادتر تجویز کرد و او را چندین بار در روز با ترکیب تخم کرفس و تریاک حقنه کردند و این کار باعث ضعیف شدن روده هایش شد، اما موقتاً حال او را بهتر کرد. پانویس: در آن زمان برای تسکین درد از تریاک و مواد دیگر نظیر آن استفاده می شد. ادامه ایمد. ابن سینا از این موقعیت برای نوشتن که